سلام میکنم دوستان خدمت شما امیدوارم که خوب و خوش باشید سالم و سلامت به قول ما شیرازی ها چاغ و چاغندر و امیدوارم که روزای خوبی رو داشته باشید من خیلی خوشحالم و واقعا باعث افتخار منه که در خدمت شما هستم و از اینکه به من این وقت رو دادید واقعا از شادی در پوست خودم نمی گنجم و این رو من یک امر ساده ای تلقی نمی کنم که شماهایی که من رو نمیشناسید و با من آشنایی ندارید این اجازه رو به من دادید که بیام در منظرتون و باهاتون سخن بگم آنچه که شاید لازم باشه که من اشاره بکنم اینه که این کلامی که داریم خدمتون عرض میکنیم کلام خداونده و ما داریم از 24 جلسه پیش به این سو داریم راجع به ادبیات شعر و حکمت تفکر میکنیم در عهد عتیق و ما موضوع مختلف رو داریم کنکاش میکنیم و کند و کاف میکنیم و حالا داریم به اون مطلب نجات رسیدیم که در تفکر مزمور نویس نجات چیشی بوده و گفتیم که این نجات بیشتر جنبه زمینی داره و نجات از دست دشمنان مثلا در فصل هفته هم مزمور هفته هم آیه یازده و بعد میگه که آیه ده میگه از دشمنان جانم که مرا احاطه میکنند و دل فربه خود را بستند و به زبان خیش سخنان تکبرآمیز میگویند الان قدم های ما را احاطه کردند و چشمان خود را دوختند تا ما را به زمین بیاندازند بکشند یعنی مسئله او مسئله شیری است که در بدن حریس باشد و مسئله شیر ژیان که در بیشه خود در کمین است ای خداوند برخیز پیش روی وی در آمده او را بیانداز و جانم را از شریر به شمشیر خود برهان اینجا مسئله نجات رو با کلمه رهانیدن استفاده کرده چند تا کلمه هستن که اینا در مزامیر مترادف یکدیگرند فدیه کن رهایی بده خلاصی بده نجات بده آزاد بکن و تمام اینها یک معنا رو داره کمابیش مزمور هفتاد و یک از شود آیات یک تا شش باز دوباره همین صحبت میگه که در خداوند در توی خداوند پناه بردم پس تا به ابد خجل نخواهم شد به عدالت خود مرا خلاصی ده ارز کردم خلاصی همون نجات هست و برهان دوباره همون معنا گوش خود را به من فراگیر و مرا نجات ده برای من صخره سکونت باش تا همه وقت داخل آن شوم تو به نجات من امر فرموده ای زیرا صخره و قلعه من تو هستی خدایا مرا از دست شریر برهان و از کف بدکار و ظالم چرا زیرا خداوند یهوه تو امید من هستی و از سفولیتم اعتماد من تو بوده ای از شکم بر تو انداخته شدم از رحم مادرم ملجای من تو بوده ای و تصویح من دائما درباره تو خواهد بود و الاخر سخن این استش که من دشمنانی دارم بر روی این کره خاکی و من نیاز دارم که تو از اونها زوراورتر باشی چون میبینم زور دشمنانم به من چرویده و من نیاز دارم که تو بیای و منو کمک کنی اینها مرگ من رو میخوان و تو منو کمک کن جانم رو محافظت کن مثلا مزمور 86 باز دوباره اه اه میگه چه اجازه بدید اه بخونم اه مزمور 86 میگه ای خداوند ای خداوند گوش خود را فرا گرفته مرا مستجاب فرما زیرا مسکین و نیازمند هستم جان مرا نگاه دار حفظ کن اینجا به معنی حفظ کرد. محافظت کردنه زیرا من متقی هستم ای خدای من بنده خود را که بر تو توکل دارد نجات بده و ما مثلا در مزمور 89 اینجا باز درباره قوم بنی اسرائیل سخن میگه که اونها خدا داره میگه او مرا خواهد خواند که تو پدر من هستی خدای من و صخره نجات من من نیز او را نخوزاده خود خواهم ساخت و خداوندم یک همچین قولی رو داره به قومش میده که اگر که شما مرا بخوانید من برای شما صخره برای شما قلعه خواهم بود خداوند برای عادلان ای است که ما به سوی او میریم و اونجا پناه میگیریم و او ما رو حفظ میکنه و تمام این سخن برمیگرده به اون ایمان و اون اعتقاد که خداوند قادر به نجات دادنه ببینید مزمور نویس در قدرت خدا هرگز شک نمیکنه و میدونه که او قادره و برای همینه که به طرف او میره دعای درست دعایی است که به ایمان باشه و من هرگز یادم نمیره توی ایران ما یه آقارضایی داشتیم که سلمونی داشت و خیلی هم آدم خوشمشرب و خوش زبانی بود و ما هر دفعه که می رفتیم تو مغازه ایشون خب مدتی تو, تو صف بودیم منظر بودیم که نوبت اون بشه اون وقت برای ما مثل یک ثانیه میگذشت چون ایشون میگفت و میخندیدیم و گپ میزدیم و به این موضوع راجب اون موضوع صحبت میکردیم و بسیار زبان خوشی داشت این اسفحانی بودش و کیف میکردیم من بی بیمزه تا حالا ندیدم هر اسوانی که دیدم با مزه هستش جد بلده قشنگ حرف میزنه بعد ایشون از تمام اسوانیه که من میشناختم با مزه تر بود یه روز رفتم تو مغازش دیدم خیلی دمقه پکره اصلا صداش در نمیاد این مرد و غم داره اون زمان جنگ بودش زمان جنگ ایران و عراق گفتم آقا رضا بد نباشه امروز خودت نیستی سر حال نیستی چی شده گفت بچه‌مو بردن سربازی زمان جنگم بود اون زمانی که تلفات وحشتناک زیاد بود گفتم که خب من دعا میکنم و میسپاریم به دستای خداوند که او رو نجات بده و حفظ بکنه گفت آره اجالتا سپردم دست خدا تا یه پارتی خوب پیدا بکنم <applause> و راست میگین نه جوک بگه ها واقعا این صحبتش بود که حالا اجالتا سپردم دست خدا تا یه پارتی خوب پیدا بکنم یا یه خاطره دیگه خانومی بچهش آورده بود یه درمونگاهی کوچیکی بودش درمونگاه دولتی بودش آورده و پرلوی دکتر و این دوستم تعریف میکرد میگو خانم اومد پلو دکتر گفت اووردم حالا پلو شما تا باباش که از سر کار اومد ببریم شب پلی دکتر حسابی این بیچاره چون دکتر دولتی بود دکتر حسابی نبود ببریمش پلی دکتر حسابی شب یک همچین تفکری هست که ما به خدا میسپاریم تا یه فرصت دیگری پیدا بشه این تفکر در مزمور پیدا نمیشه در مزمور نویسنده اعتماد داره که او خدا بالاترین قدرت رو داره و قادر به نجات دادن مزمور 59 عرض شود آیه دو میگه که ای خدایم مرا از دشمنانم برهان مرا از مقاومت کنندگانم برافراز مرا از مردمان مرا از گناهکاران خلاصیده نجات بده و از مردمان خونریز رهایی بخش خدایا تو این کار رو بکن من میدونم که این افرادی که مقاومت میکنن بر من دشمن هستن گناهکاران هستن و مردمان خونریز هستن تو میتونی منو رهایی و خلاصی و نجات بدی و مزمور هفتاد یک عرض شود دوباره آیه دو اینو ما خوندیم بارها خداوند در تو پناه بردم پس تا به ابد خجل نخواهم شد از تو بهتر وجود نداره من به تو توکل دارم پارتی حسابی پیدا نمیشه دکتر از تو بهتر وجود نداره پس تا به ابد خجل نخواهم شد به عدالت خود مرا خلاصی ده و برهان گوش خود را به من فراگیر رو مرا نجات ده. خدا قادره به نجات دادن و نکته دیگری که میخوام خدمتون بگم در مزامیر وقتی که سخن از نجات گفته میشه اه گفتیم اه نجات در مزامیر با نجاتی که ما مسیحیان صحبتش میکنیم تفاوت داره ولی نجات در اون رهایی اون خلاصی در مزامیر سخن سخن برکت خدا هم هستش ببین میگه که قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک فرما ایشان را رعایت کن و برافراز تا ابد حالا من دو تا کلمه رو اینجا هستش میخوام خدمتتون راجبش توضیح بدم و این دو تا کلمه خیلی مهمه چون که از زبان یکیش اون تفکر ابریه و یکی زبان قدیمیه و اینا برای ما معناش فرق میکنه کلمه اول میراثه میگه تو ما میراث تو هستیم یعنی چه مگه خدا مرده که مثلا ما ارسش باشیم نه میراث اون چیز ارزشمندیه که میمانه پدر من یک خانه ای داشت تمام ثروتش تمام پولی که داشت همون خونه بود که داری زندگی میکردیم وقتی که ایشون فوت کرد اون خانه میراث بود آن چیزی که ماندنی است و ارزش داره برای همینه که خداوند میگه شما میراس من هستید یعنی ماها رو ماندگار و ماندنی تلقی میکنه و ارزشمند تلقی میکنه نه اینکه حالا قراره کسی بمیره و مثلا ارثش به کسی برسه آن چیزی که ارزش داره و ماندگار هم هستش حالا دومی کلمه میگه ایشان را رعایت کن یعنی چه این سخن ما توی زبون فارسی امروزمون معنای اصلیش رو از دست داده میگن مثلا طرف رعایت حالش کرد یعنی مثلا بهش رحم کرد یا بهش سخت نگرف یا غیره ولی این کلمه در اصل یک معنای دیگری داره رای یعنی شبان کسی که مراقبه رعایت یعنی شبانی و این ترجمه چون ترجمه قدیمه که من خدمتتون میخونم از کلمات عربی استفاده کرده زیادم استفاده کرده و خیلی موقع ها ما به خاطری که خب زبانم فارسیه و زبانم تغییر کرده و تو این صد سال خورده ای که این کتاب ترجمه شده زبان فارسی خیلی عوض شده و خیلی از معانی رو از دست دادیم ما راجبش دیگه اینجوری فکر نمی کنیم اجازه بده خدمتون بگم که اینجا منظور رعایت منظور شبانی است میگه که چی حالا با این تفکر بذار من این آیه رو دوباره بخونم خداوند قوت ایشان است و برای مسیح خود برای کسی که نمس کرده مس کرده قلعه نجات قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک فرما ایشان را رعایت کن و برف راست تا عبد و و خداوند این برکتش در اون نجاتش هست حالا ما درباره نجات داریم تفکر میکنیم و اون کانسپت اون ایده اون کلمه نجات در مزامیر و مزمور سی و هفت یک مزمور حکمت بهش میگن یه سری درس زندگانی رو داره به ما میده به جایی که سرود پرستش باشه و یا سرود اعلان باشه یا رحمت خدا رو بخواد اعلام بکنه داره به ما درس زندگی میده و داره میاد میگه که کسایی که بر خدا توکل دارن نجات او رو تجربه میکنن در زندگی سی و هفت چهل آخرین آیه میگه خداوند ایشان را اعانت کرده اون یعنی کمک اعانت یعنی کمک میکنه خداوند ایشان را اعانت کرده نجات خواهد داد ایشان را از شریران خلاص کرد اون کلمه خلاص باز نجات را خواهد رهانید رهایی باز مسئله نجات هستش زیرا که بر او توکل دارند پس بذارید یه بار دیگه بخونم و خداوند ایشان را اعانت کرده نجات خواهد داد ایشان را از شریران خلاص کرده خواهد رهانید چرا این کارو میکنه زیرا که بر او توکل دارن کسانی که بر خداوند توکل دارند میتونن مطمئن باشن از دست زورآور و نجات دهنده خدا که بر زندگیشون قرار میگیره حالا انگیزه خدا برای نجات چیه چه چیزی باعث این نجات میشه مزمور نویس ظاهرا به ما داره میگه که عدالت او باعث نجات ما میشه این قسمتی که مزمور هفتادی که چند بار تو این درس ها من خوندم در توی خداوند پناه بردم پس تا به ابد خجل نخواهم شد به عدالت خود مرا خلاصیده و برهان گوش خود را به من فراگیر رو مرا نجات بده و داره مزمور نویس ما میگه که ما میتونیم از این نجات و خدا مطمئن باشیم زمانی که ما از جرمی تبرعه میشیم نجات خواهیم یافت درست؟ اه من اه فرض بفرمایید که به یه جرمی متهم شدم میرم دادگاه و حالا ثابت نمیشه و من تبرعه میشم خب میگم از این قضیه من نجات یافتم و در همین چیزی نگاه بکنید اگر که ما در دادرسی خدا قرار بگیریم در محکمه خدا قرار بگیریم و خدا ما رو از اون دادرسیش نجات میده و مزبور هفتاد و دو آیه اه، اه، یک به بعد میخونم میگه ای خدا انصاف خود را به پادشاه ده و عدالت خود را به پسر پادشاه خب و او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را به انصاف بسیار خوب آنگاه ها برای قوم سلامتی را به بار خواهند آورد و تلها نیز در عدالت یه چیزایی که کوه ی سخت بالا رفتن ازش به این سادگی ها نیست تل و تپه ها جایی نیست که ما درش دنبال راحتی و عدالت بگردیم ولی میگه زمانی که تو دستت باشه حتی اونجا هم برای ما خوبی و خوشی میاره و مساکین قوم را داد رسی خواهد کرد پادشاهی که تو قرار میدی کسی که از تو میترسه و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان را زبون خواهد ساخت اون حاکمی که دلش با دل خداوند باشه اقلیت رو محافظت میکنه ببینید ما یک چیزایی رو میدونیم که مثلا دموکراسی یعنی حکومت اکثریت خب بله اکثریت میاد و اون دولت رو تشکیل میده و غیره یا رئیس جمهور انتخاب میکنه و غیره ولی حاکم شایسته دولت خوب دولتی است که با اینکه در اکثریت انتخاب شده و با اینکه اکثریت مردم به او رأی دادن ولی در اون حال حقوق اقلیت رو بخواد رعایت بکنه و میگه که تو با اینکه پادشاه قوی هستی از فقیران رو مسکینان رو دادرسی میکنی و این باعث نجات خواهد بود فرزند فقیران را نجات خواهی داد و در زمان دادرسی تو کار درست رو انجام میدی به خاطری که باز اون کانسپت نجات اون معنای نجات رو ما در عهد عتیق اینجوری میخونیم و اون مسئله که در عهد جدید ما داریم که گفتم که نجات از گناهان غیره باشه آنچنان هم با تفکر عهد عتیق بیگانه نیست نجات در خودش اون یک عامل بخشایش گناهان رو هم به همراه داره اون معنای بخشش گناهان رو به همراه داره مثلا مزمور 79 آیه 9 میگه که گناهان اجداد آیه هشت میخونم گناهان اجداد ما رو بر ما به یاد نیاور رحمت های تو به زودی پیش روی ما آید زیرا که بسیار زلیل شده ایم ای خدای نجات دهنده ما به خاطر جلال نام خود ما را یاری فرما و ما را نجات ده و به خاطر نام خود گناهان ما را بیامرز اون انگیزه ای که خدا اینجا ظاهرا کلام میده برای کار نجات اه، یکی اه، چون ذاتش نجات دهنده هستش و دوم چون میخواد نام خودش رو جلال بده و نام خداوند متعال میشه 85 همین مضمون 85 همین موضوع رو به یک شکل دیگه بیان میکنه میگه که اه، اه، اه خداوند ایه و سبایوت سبایوت یعنی چی حالا لشکرها خدایی که بر لشکر فرشتگان قدرت داره و فرمانده اونها هستش یهوه و سبایوت این یعنی خدای لشکرها خدای خیلی عظیم و قوی منظور این است چه دلپذیر است مسکنهای تو جان من مشتاق بلکه کاهیده شده برای سهرهای خداوند دل و جسدم برای خدای حی سهیه میزند و این رو ما در مزمور 84 میخونیم من دلم میخواد که پرلوی خدا باشم دلم میخواد که این کارا با خدا رابطه نزدیک داشته باشم حالا مزمور 84 شش اینا دو تا مزامیر بنی قوره هستن حالا من راجع بهش کوچولو توضیح میدم ای خداوند از زمین خود راضی شده ای اسیری یعقوب را باز آورده ای اسیان قوم را عفو کرده ای تمام گناهان ایشان را پوشانیده ای ببینید ما در تورات با این آقای قوره آشنا میشیم ایشون خطایی ورزید و اومد اون چیزی که نباید انجام داد اون کاری که خدا گفته بود نکنه کرد و هلاک شد حالا فرزندان اون نسل اون حالا دارن یه سری سرود میخونن و سرود می ما یه سری مزامیری داریم که مال بنی قوره هستش به اسم بنی قوره چیز شده نویسنده های اینها اینا کسایی بودن این که از درس پدر درس از اون نمونه پدر درس یاد گرفتن کاری که پدر کرد و نکنن و حالا شما اگه پدر یا مادر هستید یا قرار پدر یا مادر بشید شما به هر شکل یک نمونه ای برای فرزندتون خواهید بود حالا یا نمونه ای که اون کاری که شما میکنید انجام بدن یا نمونه ای باشید که اون کاری که شما کردین انجام ندن یا سرمشقی خواهید بود که مطابق کارهای شما رفتار بکنند یا سرمشق خواهید بود که بابا اون کاری که بابام کرد و من هرگز نمیکنم و این بنی قوره اینجوری بود برای همینه که ما مزمور 84 میبینیم که داره چه قشنگ درباره خدا صحبت میکنه و بعد داره 85 میگه که تو چون اسیان قوم رو رعف کردی و گناهان اونها رو پوشوندی این نجات به این معنا هستش حالا آه علت این کار این استش که خدا محبت بیزوال داره خدا عادله ما این رو مثلا در مزمور 62 مشاهده میکنیم عرض شود مزمور 62 آیه یک و دو جان من فقط برای خدا خاموش می شود زیرا که نجات من از جانب اوست او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من پس بسیار جنبش نخواهم خورد او منو دوست داره و نجات منه و من در او آرامی می گیرم او صخره منه من تا زمانی که در او هستم میدونم جنبش نمیخورم اون یک شالوده مطمئن و مثلا مزمور سی و سه با این کلمات شروع میشه ای سال در خداوند شادی نمایید زیرا که تسبیح خواندن راستان را میشاید بیایید آیه دوازده خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است از آسمان خداوند نظر افکند و جمعی بنی آدم را نگریست از مکان سکونت خیش نظر میافکند بر جمعی ساکنان جهان اه اه چشم خداوند آیه اه اه آیه 18 بر آنانی است که از او میترسند بر آنانی که انتظار رحمت او را میکشند تا جان ایشان را از موت رهایی بخشد و ایشان را در قهد زنده نگاه دارد جان ما منتظر خداوند می باشد او اعانت و سپر ماست زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم او خدا به خاطر خوبی خودش به خاطر اون خصت که بارها صحبت کردیم به خاطر اون محبت بیزوال و عدالتش هستش که ما رو نجات میده خدا خدای نجات و خدای وفاداره پس اینجوری نیستش که امروز ما رو نجات بده فردا ما رو فراموش بکنه میشه بهش امید داشت مزمور 45 ما این رو مشاهده میکنیم ارشوت این هم بازی که از اون قصیده های بنی قوره هستش میگه که به تیرهای تیز تو امت ها زیر تو میفتن دشمنان ما زیر پای تو میفتن به بده دشمنان پادشاه فرو میروند ای خدا تخت تو تا عبدالعباد است و اسای راستی اسای سلطنت است و عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتی بنابراین خدای تو تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مس کرده است و این یک از اون سرودهایی است که راجب پادشاه داره میگه و داوود میگه که تو خدا تو رو نجات داده برگزیده بیشتر از رفقایت تو را مسح کرده به روغن شادمانی و این نجات رو تو میتونی ازش مطمئن باشی حالا میشه بهش اعتماد کرد آم میشه امید داشت مزمور چهل و دوم شود باز یک سرود بنی قورهه سرود خیلی معروفی هم از چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد همچنان ای خداوند جان من اشتیاق شدید برای تو دارد و میگه جان من تشنه خداست تشنه خدای هی که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم پس من میبینم وقتمون داره تموم میشه و اجازه بدید که من یک آیه دیگه رو میخونم خدمتون و با این آیه تمام میکنیم صحبت رو که میگه امید بر خدا دار زیرا که او را باز همت خواهم گفت که نجات روی من و خدای من است دوست من به خدا امید داشته باش و دعا میکنم که برکت خدا همیشه باشه